بچه ها حواستون هست که اگه باباتون بخنده وضعیتمون از اینی که از بدتر میشه. مثلا چقدر؟ مثلا انقدر ممکنه بخنده که سکته کنه. وای دور از جونی، خدای نکرده چیزی بگو. این همه کتاب میگیری دستت فقط عکسشو نگاه میکنی فکر کنم. بس داریم حرف جدی میزنیم آخه. بچه ها خواهش میکنم بس کنین. چرا متوجه نیستین؟ باباتون نباید بخنده. همین چند وقت قبل بود که حالش بد شد، آمبولانس اومد دم در خونه. خنده ی باباتون یعنی گریه همه ما. خب الان هم اگه بفهمه دختر گلش تنها دارایی زندگیشو نابود کرده میزنه زیر خنده، ما هم باید بشینیم دور هم بچه ها. وحید یه بار دیگه کلکل را بندازی، شستن ظرفای آشپزخونه یه هفته گردن توه. خیلی خب یکم دقت کنید، باباتون اومد خونه، اگه خواست بره سمت ماشین من یکو میگم من یه چایی پر رنگ میخوام. فقط همین، چایی پر رنگ. چی میگم پس؟ چایی پر رنگ. خیلی خوب، اون موقع یکی از شماها میگه که بابا میشه خاطره آشناییتون با مامانو برام تعریف کنی؟ چرا اون خاطره؟ چون آخرین خاطره خوب زندگیشه. نخیر، چون باباتون عاشق منه، عاشق اینه که این خاطره رو هزار دفعه تعریف کنه. هزار بارم آخه تعریفش کرده تو. مامان جان حالا وقت گیر آوردی؟ میتونه هزار یه بار دیگه هم تعریف کنه. اه مامان آخر که میفهمه. بله میفهمه، اما خودم خورد خورد بهش میگم، یه جوری میگم که حالش بد نشه. خیلی خوب، الان من فکر کنم یه تمرین برامون لازم باشه. وحی تو بیا بشو جای بابات. میشه من نقش خودم بازی کنم راحت تر؟ نوید خودت بیا، اصلا به این امید نمیشه داشت. بودو ببینم، بودو بیم. خیلی خوب بریم، برو ببینم. من میرم از تو ماشین یه چیزی بردارم. من یک چای پررنگ میخوام. نه مامان، چای پررنگ ضرر داره نمیشه. شستن ظرفای آشپزخونه تا یک هفته گردنی، تا یک کلمه دیگه هم حرف بزنی میشه دو هفته. آخیش آخیش هانیه. بابا میشه خاطره آشنایی با مامانو برام یه بار دیگه تعریف کنین؟ بله دختر گلم. چرا نمیشه؟ من وسط خیابون دیدم یه آقایی افتاده روی زمین، یه پرستارم بالای سرش. آخ چشاش قربونت برم من. خیلی خوب، پس حواستون رو جمع کردین دیگه. چایی پررنگ. هانیه؟ چایی پررنگ. وحید؟ چایی پررنگ. نوید جان؟ چایی پررنگ. سلام. بیاین تو. نه نقلیما جون، نوید اومده با شما کار داره. من با نوید هیچ کاری ندارم. نه نه نقلی، من اشتباه کردم، چرچیل بردم مدرسه. ببین نرگس، دم نوش خوب دم کردم، بیا یه نزش بخور. نه نه نقلی، منو ببخشید. خب همینجوری که نمیشه بخشید. تو یه کاری کردی منم همینجوری ببخشم. بخشش هزار تا راه و رسم داره، هزار تا اتفاق باید بیفته. باید اون طرف بیاد این یکی طرف رو بغل کنه، یه ده تا ماچش کنه، محکم بغل کنه، ناز بده، ناز بکشه. باشه باشه، حالا شد، حالا میبخشم. ولی یادت باشه من بعد هر کاری میخوای بکنی از مامان اجازه بگیر. این چرچیل خودش رفته دوباره برمیگرده، این حتما برمیگرده، اما تو دیگه من بعد باید اجازه بگیری. قولو میدی؟ سر خود هیچ کاری نمیکنی. ببخشید ننقلی. بودو بودو نوید، بودو برمیگردی. نرگس خانوم کجایی؟ دانم. بله بله. سلام. سلام بابا جان. سلام. سلام. ببین ماشین رو به کاظم فروختم 83 تا. همه
بابا من از نمایشگاهی بیانه گرفتم ها. اشکال نداره بابا، بهش برمیگردونی. ببین بابا 100,000 تومان هم این روزا برای ما 100,000 تومانه. ماشین کجا پارک کرده بابا؟ من یه چای غلیظ میخوام. برو ببینم. بچه من یه چای غلیظ میخوام. گفتی کجا پارک کردی بابا؟ خیلی خنده داره. سه تا بچه دارم، هیچ کدومیشون نمیرن واسه من یه چای غلیظ بیارن. من برات میریزم خانم. نه آخه شما اصلا نمیخوای. صبر کن، من میخوام ببینم. من یه چای غلیظ میخوام. بابا جان. بابا. بابا میریزم بابا. چی نه خوشم چه زحمت بکشی ما میریزیم. بفهم شما بفهم. خیلی خب ما میریزیم. شما باید چای بریزی. نرگس ماشینو خوب فروختم دیگه نه؟ عالی عالی. خدا رو شکر. بچه ها خیلی غلیظ باشه. خیلی هانیه میخوام برم برای کاظم عکس بفرستم. خب بفرستین. عجب حرفایی میزنی بابا. خب باید ماشینی باشه که من عکس بگیرم بفرستم. چای غلیظه؟ این چای غلیظه؟ مگه من نمیگم یه چای غلیظ میخوام؟ مگه قرار نبود بگی چای پررنگ؟ غلیظ و پررنگ فرق میکنه؟ بابا چای غلیظ و پررنگ فرق نمیکنه؟ چرا؟ فرق میکنه، فرق میکنه. چای غلیظ، این چای غلیظتونه. بابا میشه خاطره آشناییتون با مامان رو برای ما تعریف کنه؟ نه 1,000 دفعه براتون گفتم. خب بابا میشه 1,001 دفعه بگین؟ تکراریه. چی؟ خاطره آشنایی من و تو تکراری شده؟ یه روز وسط تابستون داغ یه نفر افتاده بود وسط خیابون، یه خانم پرستارم بالا سرش وایساده. آخ چه چشای. بیا برو، بیا برو بچه، بیا برو از همه جای ماشین عکس بگیر. چه چشای. ماشین گرفتیم خب بریم ماشین هم یه بدنه دیگه بگیریم. چجوری یه ماشین سفید پیدا کنی؟ چرا پراید سفید پر دیگه؟ بسیر بدبختم دراز به دراز افتاده اون وسط خیابون و همم هم داشتم بر رو بر نگاش میکردم. یه دفعه مامانت از اون وسط اومد بیرون، کیفشو کوبون به شکم من، رب بالا سر بسیر. رست میگیر. نه البته من نکوبوندم ها. من نکوبوندم. چرا؟ کوبوندی. این اولین جلب توجهی اگه خاطرت باشه. فرخ من اصلا انقدر هول شده بودم حواسم نبود کی اونجا هست. خلاصه رفت بالا سر مسیر، من یه دفعه متوجه شدم میخواد احیاش کنه. وای وای داغ کردم. یه دفعه فریاد زدم خانم چی کار داره میکنه بیا بر اون بر. اومد کنار، من رفتم بالا سر مسیر نشستم، گفتم خانم کیف تو بگیر برو ببینم. اینقدر استراب داشت همچین کیفو کوبید تو سر و صورتم که دستش خورد تو صورتم. نه من نکوب. چرا کوبید؟ رفتم بالا سر مسیر نشستم، دستم آماده کردم، نگاه به چشمای مسیر کردم، دیدم بیهوشه. گفتم سرکار خانم شما بفرمایید من انجام میدم. یه دفعه دیدم دو تا چشم مامانت خیره شده بود به من. البته من به تو خیره نشده بودم، تو به من خیره شده بودی. اینقدر حواست به من رفته بود که نمیفهمیدی با اون بدبختی زیر دستت داری چی کار میکنی. در
چیکار میکنی؟ سلام علیکم، شبتون بخیر. داشتیم اما عکس میگرفتیم. واسه چی؟ واسه اینکه میخواستیم بفروشیم، بعد احتیاج به عکس داشت دیگه برای آگهی. چیزی شده؟ چند؟ بله؟ چند گذاشتید برای فروش؟ بله؟ 90 تومن. رنگم داره؟ نه آقا، بی رنگه. معلومه دیگه، اونها دیگه تابلوه. نه، یه نقطه رنگم نداره. تو به این میگی نقطه؟ خودش نقطه چینه؟ حالا خیلی هم مهم نیست. اگر ممکنه من موتور ماشین رو نگاه کنم. شما محبت کن در ماشین رو باز کن، کاپوتو بده بالا، من نگاه به موتورش بندازم. آقا ما اصلا اومدیم دو تا عکس بگیریم بریم، الان هم داریم میریم، سویچ هم نیاوردیم. شما بفرمایید، شبتون بخیر. آقا دقیقه واکن بذار ببینه دیگه، نمیخواد بخوره که. من که انقدر خواستگار داشتم، انقدر خواستگار داشتم، اصلا به تو فکر نمی کردم. انقدر مهرم به دلت افتاده بود که تو از خواب و خوراک افتاده بودی، یادته؟ من؟ بله؟ من؟ یا تو انقدر واله و شیدای من شده بودی که هوش و حواس نداشتی؟ ای یادت رفته توی دادگاه شور گرفتت، همه چیو گردن گرفتی، مبادا خدای نکرده یه خم به ابروی من بیاد. این بچه ها چرا نیومدن؟ چهار تا عکس گرفتن که این همه وقت نمیخواد. خیلی خوب، حالا بقیه رو تعریف کن. بگو بقیهشو بگو. آخرشم؟ آقا مثلا یادم اومد که پدر من این ماشین رو به یکی از دوستاش فروخته، بیانم گرفته. ای بابا چه فرق میکنه، شما میخواد بفروشی ما هم خریداریم. عرض کردم پدر من این ماشین رو به آقا کاظم دوستش فروخته، بیانم گرفته. 90 و 200 مال من. 91. 91 چی میگی تو؟ 91 میارزه بگیر. جدا؟ میارزه. 92 خواستن ندادی. نه دیگه 92 دیگه نمیارزه. آقا نوید چی داری میگی تو؟ خود آقا اصلا این بچه رو چرا حرفشو گوش میکنی؟ بذار من یه واقعیتی رو به شما بگم، چون زحمت کشی من دلم سوخت. پدر من داره با کلاهبرداری ماشین رو میفروشه. چرا؟ چون این ماشین چپیه، کفش آفتاب. دیدی بهت گفتم؟ حالا به حرف من رسیدی؟ بابا من 10 پرسخه یه ماشین رو میشناسم. مشتی تو از کجا فهمیدی این ماشین چپیه؟ معلومه دیگه، تابلو کار من اینه. آقا شما الان نگفتی 91 میارزه بخر؟ اون چپی نبود میارزید. نه دیگه الان این لگنه دیگه. هی فرخ جانم، فرخ وایسا الان میام. بذار ببینم این بچه‌ها کجا هستن. فرخ دو دقیقه من میخوام تو یه فرخ به کارت دارم. خب یه دقیقه صبر کن، من میخوام تو کلمات خصوصی حرف بزن. هانی عزیزم اجازه میدی من با پدرت دو کلام خصوصی صحبت کنم؟ آره عزیزم راحت باشه. ما راحتیم، تو راحتی؟ آها نه جانم بفر. فرخ جان من جواب خانم مرادی اینا رو چی بدم؟ اصرار میکنن هی میخوان زودتر بیان خواستگاری. خب خود دیگه چیزی بگو دیگه. یه چیزی بگو دیگه، فقط هر چی میگی نذار بفهمن که قسطای وام عقب افتاده. همین ببین تو فامیل خوب نیست. آفرین. آفری، اصلا به ذهن خودم این نره. خب من که این را که خودم میدونم، شما به من بگو چی بگم. بگو داره درس میخونم. خدا رو میخونم دیگه. تو هیچی نگو لطفا، اصلا ما داریم خصوصی حرف میزنیم. آقا این بهونه رو اینقدر همه گفتن تا بگم میفهمن داریم دریوری میگیم. اینقدر تکراری شده در زمین اصلا درس نمیخونه، همش سرش تو کتابه. کتاب درس نیست؟ قرآن و تأثیر درسه؟ برباد رفته درسه؟ ویلکان باشی، ویلکان دیگه. اصلا بگو یه مریضی بدی داره. فرو من مریضم؟ بله. کجا داری؟ بابا بذار برم اینم دوتا بچه کجا هستن؟ بیا داره گیری میکنه. چت شده تو؟ عوض شده، اصلا دیگه به من توجه نمیکنه. دارم باشه حرف میزنم سرش میزه پایی میره. ای میگم دو کلوم هم در خصوصی دارم، ای سرش میزه. نه توجه میکنه. باشه من نشستم توجه میکنم. بفرمایید من در خدمت شما. پس چرا داری میخندی؟ الان داری من مسخره میکنی دیگه. آره دیگه اینا داره میخنده دیگه. دندونات معلومه داری میخندی دیگه. بس جدیه، نمیخنده. نه دندونم معلومه. نه نمیخنده. باشه نوید یه مشکلی براش پیش اومده، تو مدرسه توبیخش کردن، یه کوچولو اخراج شده. اخراج شده؟ بله. چرا؟ برای اینکه چرچیلو با خودش برد مدرسه، بعد دست هم کلاسش هم زد شکون. چرچیلو برد مدرسه دست هم کلاسی هم شکون؟ بله. تو به خاطر این داری گریه میکنی؟ بله. بابا قربونت برم الهی، اب نداره، بچه هستن دیگه، نه یادشون میره. ببین دوباره، ببین دوباره گذاشت روزم به من که توجه نمی کنی دیگه، میبینی حالشو. آیونه از بسکانم اشکالی نداره بابا جون. از وقتی از کوره برگشتم اینجوری شده.
نرگس نرگس خانم قربونه دارم الهی، اشکالی نداره. باش من نشستم، بفرمایید. بازم بگو. هیچی دیگه الان چرچیل گم شده. چرچیل گم شد؟ بله. نه نه خیلی هم میدونه. بله سبیلین هم باید دیگه دست اون بچه رو بده. ای وای پس بگو اونا رفتن تو کوچه بر نمیگردن برای چیه؟ بله نمیدونم برای چیه. حالا تو خودت ناراحت نکن. خودت ناراحت نباشه. مامور آمده. مامور؟ تو چی کار کردی مامور اومده دم در خونه؟ کاری نکردم. پس برای چی مامور اومده دم در خونه؟ نمیتونم. چی میگی تو؟ اصلا مامور اومده. من همش باید حرص بخورم. چی شده مامور کجا اومده؟ دو تا مامور فهمیدم و میخواییم ماشین رو بفروشیم. خب بفروشید به ما. من گفتم بابام قبول کرده. آره دیگه گفتم رفتش. خیلی خوب. دیدی خانم؟ دیدی من کاری نکردم؟ خیلی خوب. حالا منم اشتباه کردم. رفتم بهم چونشو میدم. بابا بریم تو خونه نگاه کن. اکثر گیر دادی. بده من خودم. بابا بده من خودم. برخ سب کن بابا. بده من خودم. عالی. سب ببینم بابا. سب کن. چرا تاریکه؟ خب شب دیگه رفت. دیگه ببخشید دیگه نور را بودید. بابا جون کاظم حساسه. خیلی خب باشه فردا صبح. وای فرخ اصلا به من توجه نمی کنی. بابا کجا؟ نه بابا نه فرخ. بله مادر. خجالت نمیکشی؟ ببین چند وقت نیومدی یه سر به مادرت بزنی. چند وقت دور هم جمع نشدیم. زود بیا بالا. بودایی بودایی بیر بالا. چه خوب شد فرخ نرفتی بیرون عکس بگیری. فردام روز خداست، فردا میریم. راستی بچه ها من امروز اینو داشتم میخوندم، خیلی خوشم اومد، گفتم برای شما هم بخونم. اگه غلط خلوص خوندم نخندی. باز حافظ باز کردی؟ آره آره. اینک هم درست نمیبینه. حالا دیگه میخونم دیگه. مامان بزار از شعر فردوسی بلدی؟ حالا دیگه تو چی کار داری من بلدم یا بلدوزدن دیگه؟ بشین سر جان. قربونت برم. اینو میگه: سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند. بله پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. یه چیزی تو برامون بخون فرخ. آره من بخونم. یه چیزی بخون دلمون روشن شه. من بخونم. فردوسی بخونم. چی بخونم؟ نمیدونم. دل تنگت میخواد. خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن. خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن. ز غمهای دگر غیر از غم عشقت رها کن. خدایا بی پناهم، خدایا بی پناهم، خدایا بی پناهم. بابا یه چیزی بخون دل ما باز شه. یاد بدهکاری هم افتادم. آقای سالتی امید جانم ز سفر باز آمد شکر دهانم ز سفر باز آمد عزیزان که بیخبر به ناگهان رود سفر شمدارد دیگر دل بندی به لبش ننشیند لبخندی چو غنچه سپیده دم شکفته شد لبم زهم چو شنیدم یارم باز آمد ز سفر غم خارم باز آمد. کاملا بلده ها. ببین بهتر از تو شعر حفظ کرده. همچنان من که پد جلوی اینو خید از خجالت بمیرم. تو از نیتونستم بگنم مامانی چه حرفایی میزنیم برام ریز نوشته. الهی قربونت برم مامان. مامانی جونم من هم پس از آن دوری بعد از
غم محجوری یک شاخه گل بردم زبرش، یک شاخه گل بردم زبرش. آیفون که خرابه، کی رفت رو واکنه؟ خب بابا دیگه. بابا؟ بودو بودو بابا بابا بزن من باز میکنم. بابا بابا بزن باز میکنم. بابا بزن باز میکنم. بزن باز میکنم دیگه. آقا من باز میکنم. چرا اینجوری میکنی؟ خودم باز میکنم. نه بزن من میرم نون بگیرم بابا. دارم میرم نون. من میخواستم برم سنگک بگیرم. بابا من دارم میرم بربری بگیرم. بربری میگیرم، سنگک میگیرم، لواش میگیرم، تافتو فانتزی هست. کی تا الان نون بگیر شدی؟ اصلا من بیدار شدم گفتم بزن من نون بگیرم امروز. بابا بیا بریم. برو جلو نگاه نکن. بابا اوه بزن. سلام علیکم. سلام علیکم. صبح بخیر. سلام علیکم. صبح شما بخیر. بفرم. بفرم. سلام علیکم. صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. سلام علیکم. تو چرا نمیذاشتی من در باز کنم؟ من نمیذاشتم در باز کنم. آره دیگه خب اینا رفتن دیگه. خیلی خوب. بفرم. بفرم. تو کجا میای؟ خب برو نون بگیر. نون داریم، اسراف میشه. اسراف میشه. سلام علیکم. سلام آقا فرخ. چطور سالت حساب داخل؟ خیلی بخلکی. نگران نباش. چیزی نیست. بیرنگ در میاد. چی؟ ماشین تو میگم. ندیدیش؟ ماشینم بابا این با رنگم در نمیاد. این که ماشین نیست، ابو قرازه است. سرت سرت ای بابا کار یکی شده مرد حسابی. به جای اینا برو پیش رئیس بانک ازش مهلت بگیر. تو هم نشین اینجا، بلند شو برو با شاگردت صحبت کن. با عقل کل مگه نمیگی دختر پول داره؟ خب میریم خسارت ماشینمونو میگیریم. احسنت نه تو احسنت. سرت شکست. با دست رو دست گذاشتن که کاری درست نمیشه. تو خودت هم بلنجه برو با همشاگردی این هم کلاسش صحبت کن، رضایتشون رو بگیر. چشم. میبینی چه سرگرمی درست کردی واسه ما فرخنده؟ خوب یاد گرفتم؟ بله. دیروز که مسابقه چاپستیک داشتیم تو خونه، پسرم بلد نبود درست حسابی، مگه دخترم رکورد چیکونه. خانمم ای از دور نظارگر بود و کم و زیاد. ای بابا همه حرفه‌ای شد، همه اثرات حرفه‌ای شدن ها. نه خیلی نه که هیچ کدوم نمی‌نویسه که. آقا بزن دست رو در نکنم. آیا احمدی یه داداش این نامه رو ببر. آره بابا خوبه یاد بگیری. بفرمایید. خب چند تا پس بردی؟ ماشینم تصادف کرد. ای بابا متاسف شدم. بچه ها سالم هم؟ بچه ها حالشون خوبه؟ خدا رو شکر همه خوبه. الحمدلله ای داده بودم. ناراحت شدم. آی پرتوی
من ازت خواهش میکنم یکی دو روز به ما مهلت بده، من تمام قصه یعقوب افتاده رو برمیگردم. ای بابا کار از کار گذشت، نامه رو فرستادم برد اداره حقوقی برای مصادره اموال. کی رفت؟ ده همین الان امضا کردم، خودت خودکار به من دادی. کی برد؟ همین کد خاکستری بلنده. اگه تونستی منصرفش کنی و بگیری منم یه روز بهت مهلت میدم. تو رو خدا ساکت باش. ببین منم مثل تو یه کارمندم. ببین من آواره میشم. بابا جون منم زن و بچه دارم. ببین این نامه رو اگه ببری من آواره میشم. زن و بچه‌م بدون خونه میشن. خواهش میکنم این نامه رو بده. آقای رئیس گفت اگه نامه رو بیاری به تو ارفاق میکنن. اینا چیه؟ کو نامه؟ نامه کو؟ مرده که دیواره چی کار میکنی دندونم خون کردی؟ چیه اینا؟ مگه تو نامه رسون نیستی؟ نامم کو؟ من رو اشتباه گرفتی؟ سرت پایین خیلی غمگین، خیلی متاسف. آها بیشتر، یه ذره بیشتر، خیلی پشیمون. اوه خوبه مامان جان. ببین الان مامان مهرانم که اومد هر حرفی زد شما هیچی بهش نمیگی، خب همینجور سکوت میکنی و تایید میکنی. بگو حق با شماست، بگو من نباید عصبانی میشدم، اشتباه کردم، معذرت میخوام. فهمیدی مامان جان؟ ببین با ادب و اخلاق همه مشکلات زندگی آدم حل میشه. ما الان میریم از دل مامان مهران در میاریم، تا مشکلت حل میشه برمیگردی مدرسه. تو زندگی منطق همیشه برنده است، قبوله؟ عالی شد، بوده بریم ببینم چیکار میکنی. همین مشکلات حل میشه برمیگردی مدرسه. بله سلام، ببخشید مزاحمتون شدم، میشه خواهش کنم یه چند دقیقه بیاین دم در؟ من مامان نوید هستم. بله بله الان میرسم خدمت. خیلی ممنون. منطق برنده. سلام، حال شما چطوره؟ بله خیلی متشکر، ببخشید مزاحم شما شدیم، شرمنده. خوبی مهران جان؟ دستت خوبه مامان؟ خب خدا رو شکر الحمدلله. من معذرت میخوام ما بی وقت مزاحم شما شدیم. ما اومدیم که نوید جان با مهران صحبت کنه، از هم معذرت میخوان، از شما عذرخواهی کنن، از دل همدیگه در بیارن. نوید جان خواهش میکنم. خاله این اتفاق نباید میافتاد، من خیلی معذرت میخوام، منم نباید عصبانی میشدم. خواهش میکنم پسر گلم، همینقدر که فهمیدی اشتباه کردی من شما رو میبخشم، اصلا اشکال نداره. بله دست بده با دوسته، دست بده. آفرین بچه های خوب. به حال ببخشید ما مزاحم شدیم. تو رو خدا خیلی بده دمه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. بله بله الان میام. ببخشید من چند لحظه همسرم صدا میکنم. خواهش میکنم راحت بشین، بفرمایید. خدا رو شکر به خیر گذشت. علی مهران جان شما نباید این توتیه رو فراری میدادی مامانا. من فراری ندادم، نفید این وقت رو تلف میکرد، منم بهش گفتم ما پول دادیم، اینقدر علیکی حرف نزن. شما از بچه ها پول گرفتی؟ بر شو وقت هانی الان دو تا اتفاق ممکنه بیفته، یکی این که ما خسارتمون رو میگیریم، دو این که خسارتمون رو نمیگیریم. اگه خسارتمون رو گرفتیم اگه شکایت میکنیم. نه دیگه خسارتمون رو گرفتیم بچه‌ها رو شکایت کنیم، اگه خسارتمون رو نگرفتیم بعد بریم شکایت کنیم که سلام میخوام شکایت نمیخواد دیگه. تو میسپری به من یه دعوای سوری رو میندازم بابا، یه دعوای عراقی رو میندازم. خود میکنی تو دعوا رو بندازی؟ دعوا هوا نمیکنی؟ گوش کن، دو تا مش بخور تو دماغ من، میدونی چقدر دیه میتونیم بگیریم؟ از کی تو میریم پول دیه؟ اصلا میدونی دیه دماغ چقدره؟ نمیخوام نصف اون برایجا همه تو میگی. آقا تو اصلا کاری نداری، تو زنگو بزن. سلام، ما مستخدم اینقدر جوون نمیخوایم. چی گفت؟ نگفتم به تو؟ نگفتم اینا بالا به ما نگاه میکنم؟ قیافه من تو رو شبیه مستخدم نیست. حرف نزن بابا. بر آقا مستخدم چیه؟ پردون؟ مگه برای استخدام نیومد؟ استخدام چی؟ کنفیرش. بله؟ سرایدار.
نه آقا، ما اومدیم خسارت ماشین اونو بگیریم. مستخدم سرایدار و اینا چیه؟ بریم بابا، خدا روزیتون جای دیگه حواله کنه. ایوو بیا، من به تو نگفتم، من به تو نگفتم. آقا ببین، من بذاری من صحبت میکردم. خب میمونی صحبت میکردی کی جوری؟ نذاری من پشت قایم میشی 3 کیلومتر فاصله. من میرم اون پشت قایم میشم. نه من میرم اون پشت قایم میشم. میترسم. نه من میترسم. من میترسم از این کار. بیا زنگ بزن. ببین بیا بیرون الان. نه بذار من حق ببین، یه دعوای سوری من را بندازم. نمیخواد الان یارو در رو رومون وا نمیکنه. دعوا با کی میخوای را بندازی؟ دیگه رفع زحمت کنیم. خواهش میکنم، ارزی نیست، فقط 3,000,000 تومان هزینه دست مهرام میشه. من معذرت خواهی میکنم، ولی 3,000,000 برای چی؟ هزینه بیمارستان و چیزای دیگه. وقت چیزای دیگه چیه؟ هزینه بیمارستان و عملش و استرسی که به بچه وارد شده، استرسی که به من و پدرش وارد شده. نمیدونید بخوام از همه مهمتر کلی از درس و مدرسه افتاده دیگه. خودتون بچه برزایی داره میدونید. پروتئین، نمیدونم کمپو، چیزای تقویت کننده، لاغر این استخون زودتر جوش بخوره. والا من فکر میکنم هزینه ایاب زهاب که از خونه شما تا بیمارستان حد اکثر 100 تومن بشه، هزینه بیمارستان و کارهای پزشکی هم فوقش بشه 1,000,000 تومان. حالا آب میوه و کمپوت و چیزای مقوی هم که خریده باشین خونه پرش بشه 300,000 تومان. آسیب روحی روانی رو که واقعا نمیپذیرم، چون بچه‌ن دیگه، بچه‌ها هم باید زمین بخورن، 1,000 دفعه از این بلاها سرشون میاد. در مورد عقب افتادگی تحصیلیش که خیلی دیگه بخوام دست بالا بگیرم 50 تومان بیشتر نیست، چون اصلا مهران جون درس خون نیست، ببخشید. اما راجع به این خسارت روحی روانی خودتون و همسرتونم دیگه، نفری 150 تومان فکر میکنم دوتایش بشه 300 تومان. چقدر شد؟ 1,750,000 تومان. البته اینایی که میگی قیمت قبله ها، الان دیگه خودتون در قیمت میتونید چجوریه، ولی خود شایده خودت حساب کن، دو نفر آدم یعنی میشه 300,000 تومان. حساب کردی؟ خانم محترم فقط 300,000 تومان من هرس خوردم. باور کن آقا ناصر یه آدم عصبیه، بالای 800,000 تومان هرس و جوش خورده. من خیلی معذرت میخوام، ولی شما دیگه دارین همه چیزو مادی میبینین. چرا تهمت میزنی؟ به جای این حرفا برو تربیت بچت کار کن که دیگه از این اتفاقا نیفته. خانم محترم درست صحبت کنین، این چه طرز حرف زدنه؟ بچه شما اول حمله کرده به بچه من. خاله من شما هیچی نگو، بذار من خودم درستش میکنم. ببین اگه 3 تومنو دادی دادی، اگه ندادی من ازتون شکایت میکنم، در ضمن نمیذارم بچه‌ات مدرسه بره. روز خوبی داشته باشی عزیزه. این دیگه چی بود؟ یعنی چی؟ به کره میشه کودن. از کجا یاد گرفتی؟ از بابام. خاموشه بردار من، تو 22 سالته، آخه یکم فکر کن داری یه کاری میکنی، زدی بیچارمون کردی الان. خیلی وضعمون خوبه؟ من چیکار کردم مگه؟ من بیانه رو گرفتم، رفیقم گفت دلار داره میره بالا، بیا دلار بخریم این سودی میکنه. من بیانه دادم بهش، دلارش میره بالا واقعا، ولی خب جواب تلفنو نمیده. جواب تلفنو نمیده. به خاطر خانواده. به خاطر خانواده. 2 روزم هست یارو اصلا خبری ازش نیست. گوشیش هم بر نمیداره، خاموش هم هست. شاید باتریش تموم شده. 2 روز باتریش تموم شده و شارژ نکرده. شارژر نداره تو خونش. آبه ماما با چیزی نگی ها؟ چی بگم؟ سلام، سلام مامان جان. آه سلام، بابا این در رو باران کرده. کدوم خونه؟ بابا همین،
ماشاءالله خیلی بزرگه. اینا همش رو هم یه خونه است؟ آره دیدی مامان جان، همش اینجا مثل پارکه. خدا بیشتر بهشون الهیا. ولی خونه ما خیلی قشنگه، خونه ننه اقلیا خیلی قشنگه. اینجا قشنگی خودشو داره دیگه. مقایسه کردم، اصلا مقایسه نکردم، قشنگی. یه زن و شوهر میخواستم، یه لشکر فرستادم. ساخته بیرون، سرایدار نمیخوام. چی داری میگی؟ هانی بگو بیا پایین، بیا پایین آقا، بیا پایین. کی شما رو راه داد تو؟ خودتون دروا کردین. آقا چی میگی؟ آقا هانی مربی آموزشگاهمه. رقما؟ وی چه به موقع اومدم. همون مربی که داشت دختر منو به کشتن میداد؟ وی بیا من لپختر ببن، زنگ بزن پلیس. بله؟ مگه شر هرته؟ آقا چرا داری شلوغش میکنی؟ بپر واسه دوارش رو کمک کن. آقا نکن. دوار چی آخه؟ دوار دوار این شما. به نظر من حق با خانواده آقای سامانه. اگه برای خانم تو تصادف اتفاق میفته چی؟ خاک بر مست خاک. نگاه علی. تکبر بزرگترین دشمن انسان. بله من دلم برای اون بنده خدا ها میسوزه که میخوان بیان سرایدار خونه بشن. بابای خدا بیامرزم همیشه میگفت باید یک کاسه شکسته غرور همیشه تو دستت باشه. تلفناتو رو جواب نمیدی. به خدا من هست مایده کارت برادرم یک کنش من تو داشتم جلوشی رو بگیرم. یا خدا فرق شربندت شدم رومسیا. فاروق هانی بابا تو بجا هانی فاروق جان فاروق فاروق حلش میکنی فاروق جان هیچی نیست چند تا قصد بیرون صحبت حلش میکنی فاروق جان فاروق جان فاروق خواهش میکنی فاروق گوش کنه بابا فاروق جان فاروق چند دیگه قصد دیگه بیریم شهر حلش فاروق نگوش نکن فاروق فاروق منو نگوش کن زندگی کوتاه